ساعت 7:00 صبح رو نشون میده. برای تهیه گزارشی از یک اردوی متفاوت راهی سفر یک روزه به روستایی دور دست میشیم. با نزدیک شدن به روستا آهنگ کار تلاش رو میشد شنید. اینجا روستای جین تراقیه با 500 نفر جمعیت یکی از روستای محروم شهرستان هست که یه اردوی جهادی دانش آموزی اینجا برگزار شده. گروهی با عشق سختی‌هاش رو پذیرفتن و تا رسوندنش به مقصد آبادانی دست از تلاش بر نمی‌دارن. کاری که ما می‌کنیم مثلا روز رو اجبار نیست، ما خودمون چون اومدیم اینجا. من از محروم آفتاب سوزان و گرمای طاقت فرسا هم نمیتونه مانع از ورزش نسیم خدمت بچه‌های بسیجی شه. خدا رو شاکر هستیم که این لطف و توفیق رو بهمون داده که بتونیم یک اجر معنوی برای خودمون جمع کنیم برای آخرتمون. این بسیجیان پرتلاش خستگی را خسته کردن. این کاری نشاط معنوی به ما میده که اصلا خستگی برامون معنی نداره. نشاط را با ساختن یک زمین فوتبال به بچه‌های روستا هدیه میدهند. روی زمین خیلی پست و ناهموار دارن بازی میکنن. با همت بچه‌ها ویلو اینا آوردیم، تیغاشون زدیم که بچه‌ها بتونن شروع کنن بازی رو. تیم کنن بله، رضا تیم در تیم ما الان خیلی خوشحالیم که هم تور داریم هم تو زمین خیلی قشنگی هم داریم. گل نمیشه. بعد گل نمیشه. با دادن سرمایه اولیه به جوانان روستایی، آنها را در مسیر کارآفرینی حمایت می‌کنند. این کار باعث شده که ما 3 نفر اینجا کار کنیم، دیگر روستا مهاجرت نکنیم بریم. بچه‌های دیگه هم تشویق شدن که بیان تو این کار. و به خانواده‌های روستایی تسهیلات می‌دهند تا خود کفا شوند. یه لطفی در حق ما کردن، یه وام دادن که ما اینجا بتونیم واسه خودمون اشتغالزایی بکنیم و خانواده خودمون رو بالاخره یه جوری بچرخانیم. خیلی ازشون تشکر می‌کنم. زندگیمون رو به بهبود هستش. امسال نزدیک به 35,000 نفر در قالب گروه‌های جهادی در حال فعالیت هستند. 10,000 دانش آموز رو داریم که در فعالیت‌های فرهنگی در مدارس حضور دارن. حالا با کمک این سفیران سازندگی بچه‌ها قرآن می‌خوانند. من از مربی‌های بسیجی که به روستای ما میان و به ما درس قرآن میدن خیلی ممنونم. اوقات فراغت ما رو پر کردن. از وقت که این بسیجی ها اومدن روستای ما کارهای خیلی زیادی انجام شده. ما ازشون خیلی هم تشکر میکنیم، دستشون رو میبوسیم. این اردو چیزی جز سازندگی نیست، هم سازندگی روح است و هم جسم. هم خود جهادگر ساخته میشود و هم خود